چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو. شفا بخشد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساک شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت من واقعا از سخنان این مرد شگفت زده شدم او با کسانی مقابله می کرد که شریعت و کاملا حفظ بودند و از علما بودند بران دینی به کور شفا یافته ناسزا می بنابر این چرا مردم از این افراد شریر پیروی می کردن. و وقتی شما از جواب دادن قاصرین یا دعوا می یا به هر نحوی می از شرش خلاص بشین و این چیزیه که اینجا رخ داد شما همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید همچنان در حال مطالعه و بررسی انجیل یوحنا هستیم انجیل عظیمی که درباره مسیح به عنوان خدای آشکار شده در جسم صحبت میکنه به امید خدا در این قسمت میپردازیم به فصل نهم نه آیات 8 تا 34 در قسمت گذشته درباره یک معجزه عظیم خداوند گفتگو کردیم یعنی شفای مردی که کور مادرزاد بود خداوند بیناییشو به او برگردوند و این معجزه آفرینشه این ثابت میکنه مسیح خدای خالقه که به انجام هر کاری قادره ابتدا اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما برادر درود بر حضورتون مایه افتخاره همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حاضرین گرامی در استودیو برادر یوسف در قسمت گذشته گفتگویی داشتیم درباره معجزه شفای مرد نابینا بله و همونطور که شما فرمودین او کور مادرزاد بود و این معجزه آفرینشه همینطوره آیا نکات و مشترکی بین این مرد نابینا و بقیه انسان وجود داره؟ بله در واقع مشترکات بسیاری هست چون که بر طبق کلام خدا تمامی مردم نابینا هستند. وقتی خداوند در اعمال فصل 26 شاول ترسوسی رو نجات داد به او فرمود من تو رو به سمت غیر یهودیان میفرستم تا چشماشون رو باز کنی و اونها رو از تاریکی به نور راهنمایی کنی. پس ما میفهمیم همه مردم نابینا هستند. در رساله به دوم قرنتیان فصل چهار میفرماید خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است. پس مردم کور هستن و کور به دنیا اومدن. ما در فرایند بزرگ شدن کور نشدیم. ما کور به دنیا آمدیم و شرارت در وجودمون ریشه داره. من از روزی که به دنیا اومدم گناهکار بودم. علاوه بر کور بودن، این مرد فقیر هم بود و انسان نابینا از مردم کمک میخواد یا بهتر بگم از مردم ترحم میخواد و گدایی برکت میکنه. این مرد از این موضوع آگاه نبود که خدا بخشنده و مهربانه. بنابراین گدایی میکرد و برای همینه که در فصل چهارم از رساله به قلاتیان میگه که دین ضعیف و مردم رو به گدایی میندازه مثل همین مرد که برای زنده موندن مجبور بود گدایی کنه ما میلیون ها نفر رو میبینیم که از لحاظ مالی ثروتمندن ولی از لحاظ روحانی و اخلاقی ورشکسته و ناتوانن علاوه بر این موضوع نکته زیبا در این داستان قدم اول و ابتدای شفای این مرد توسط خداونده من واقعا آیه ای اول این فصل رو خیلی دوست دارم میفرماید وقتی از محلی میگذشت چرا از اینجا رد میشد مسیح رو از کنیسه بیرون کرده بودن پس داشت از اونجا دور میشد و از این محل میگذشت هر چند مردم اونو ترد و انکار کرده بودن با این حال دوستشون داشت سپس مردی رو دید که از رحم مادر نابینا بوده این مرد نابینا صداش رو بلند نکرد و به عنوان مثال مثل بارتیماوس نمیگفت به من رحم کن اما عیسی مسیح شفاش داد او برای این کار پیش قدم شد و بینایی از دست رفته اون رو احیا کرد. شما فرمودین همه مردم از نظر روحانی کور به دنیا آمدن ولی شاید شخصی بگه با توجه به فصل سه پیدایش آدم و هوا از میوه اون درخت خوردن چشمانشون باز شد و فهمیدن به رهنه هستن بله برادر این گفته که چشمان و آدم و هوا باز شد چه معنایی داره و ارتباطش با نابینایی روحانی چیه؟ درسته چشمان اونها باز شد و نیکوبر رو تشخیص دادن ولی ما مطابق با تجربه هامون و کلام خدا فهمیدیم انسان کار خوب رو میدونه ولی نمیتونه انجام بده و شرارت رو هم میشناسه ولی نمیتونه از انجامش خودداری کنه انسان آگاهی و درک داره اما با این حال نابیناست نابینا به این معنی که قادر به دیدن خدا نیست و چونان که در اول یوحنا فصل دو میگه انسان مسیر زندگیش رو نمیدونه نمیدونه به چه سمتی داره میره چون تاریکی چشمانش رو کور کرده نه خودش رو میشناسه و نه از خدای خودش شناختی داره و همچنین از آیندش هم آگاه نیست و به این ترتیب ابدیتش در ابهام قرار داره و به نوعی در تاریکی مطلق به سر میبره این وضعیت انسان به معنی کوری روحانیه از آیه هش میفرماید پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند آیا این همان شخصی نیست که مینشست و گدایی میکرد؟ بعضی گفتند این همان شخص است اما دیگران گفتند نه این شخص به او شباهت دارد ولی او خودش گفت من همان شخص هستم از او پرسیدند پس چشمان تو چگونه باز شد او در جواب گفت شخصی که اسمش ایساس گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوز سیلوها بروم و بشویم من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم آنها پرسیدند آن شخص کجاست پاسخ داد نمیدانم آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است آن مرد به آنان گفت او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم عده از فریسیان گفتند این شخص از جانب خدا نیست چون قانون سبت را رعایت نمی کند دیگران گفتند شخص گناهکار چگونه میتواند چنین معجزاتی بنماید و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست او پاسخ داد او یک نبی است ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است تا اینکه والدین او را احضار کردند از آنان پرسیدند آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است. اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان میترسیدند این طور جواب دادند زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نمایند از این جهت والدین آن مرد گفتند از خودش بپرسید او بالغ است توضیحی بفرمایید درباره سردرگمی همسایگان از صحنه که باهش مواجه شدند و همچنین درباره شهادت مرد نابینا خب باید بگم که مردم همیشه این مرد نابینا دیده بودند بنابراین دیدن اینکه بینا شده و تا این اندازه تغییر کرده باعث سردرگمی میشد. این همچنین گفته ی پتروس در فصل چهارم از رساله اولش رو به یادمون میاره که میگه برای مردم عجیبه که شما در این سیل زندگی همراهیشون نمیکنین و شبیه اونها نیستین اگه شخصی زندگی داشته باشه که مورد قبول و پذیرش خدا نیست و پر از گناه و شرارته با اومدن فیض به زندگیش و تغییر کردن برای اطرافیانش موجب سردرگمی و گیجی میشه. این همون کسی نیست که با ما میشست و قمار میکرد و مشروب میخورد و این کار و اون کار رو با ما انجام میداد؟ چه اتفاقی واسش افتاده؟ اونا گیج شده بودن چون تغییری رخ داده بود. این مرد کاملا عوض شده بود و مردمی که در اطراف اون بودن از این تغییر بزرگ گیج و سردرگم شده بودن. این عکس اون اونهاست. همسایگانی که متوجه شدن شخصی که از رحم مادرش کور بوده بینایی خودش رو به دست آورده و میتونه ببینه اما پاسخ این مرد به اونها چی بود و چه شهادتی درباره مسیح داد چیزی که من در این شخص میبینم و واقعا برام زیبایه اینه که با اینکه چیز زیادی نمیدونست ولی با شجاعت، صداقت و قاطعیت جواب میداد. او گفت من همون شخص هستم، یعنی همون کسی که کور بود. و بعد از اون میگه شخصی به نام عیسی به من گفت تا این کارها رو انجام بدم. نظر تو درباره شخصی که چشمات و شفا داد چیه؟ او یک نبیه. هر بار که از این مرد سوالی میپرسیدن بر پایه دانش خودش جواب میداد دانشی که خیلی زیاد نبود. اما او شجاع، مطمئن و همینطور قاطع بود. گفت این مرد گناهکار نیست به این خاطر که خدا به صدای گناهکاران گوش نمیده و خیلی وقته که هیچکس درباره بینا شدن کوری مادرزاد چیزی نشنیده. این مرد برای خیلی از ما یک نمونه است. برادر شما تا چه حد به ایمانی که شخص رو تغییر نمیده و دیگران رو شگفت زده نمیکنه باور دارین؟ این موضوع بارها در تاریخ ثابت شده. همونطور که کلام خدا به ما میگه دانش شریران ایمان نیست که نجاتشون بده. بنابراین شریران اگه تغییر نکنن نجات پیدا نمیکنن. ولی ایمان حقیقی تغییرات واقعی به وجود میاره چون شخص تغییر کرده دوباره از خدا متولد میشه ممنونم استراحتی میکنیم و با پرسش و حاضرین برمیگردیم بینندگان گرامی لطفا با ما همراه باشید بخش دوم برنامه خوش اومدین اجازه بدیم به سوال مهمانان بپردازیم وقت شما به خیر آماده ایم تا پرسش شما عزیزان رو بشنویم چه کسی سوال داره؟ من یک سوال دارم میکنم. بفرمایید واکنش فریسیان بسیار عجیبه ما از کلام خدا متوجه میشیم که فریسیان رهبران مذهبی بودند با این حال مسیح رو رد کردند فریسیان چه کسانی بودند بسیار خوب و اینکه اونها چه طرز فکری داشتند بفرمایید برادر یوسف فریسیان یک اجتماع مذهبی بودند که در قرن سوم پیش از میلاد شکل گرفتن. این افراد ادعا می کردن که بر خلاف بقیه مردم پاک هستند و از مردم جدا می شدن و واژه فریسی به معنی تنها و جدا شده است. دلیل اینکه اونها از قوم فاصله می گرفتن و خودشون رو جدا می کردن. این بود که فکر میکردن از بقیه قوم برتر و مقدسترن فکر میکنم اشعیا در فصل 65 از نبوتش به اونها اشاره کرده زمانی که میگه به ما نزدیک نشوید ما انقدر مقدس و پاک هستیم که اگر ما را لمس کنید ما نجس میشویم بنابراین اونا ادعا میکردن که خیلی پاک و مقدسن ولی در درون مثل بقیه قوم آشفته بودن ولی مردمان قوم یهود در اون زمان زربل مسئله داشتن که اینطور میگفت اگر قرار باشه تنها دو نفر به آسمان راه پیدا کنن، یکیشون باید فریسی باشه و دیگری هم یکی از علما. اونها برای یهودیان قابل احترام بودن و ارزش زیادی داشتن، ولی در واقع انسانهای شریر و متکبری بودن که فقط تظاهر و خودنمایی می بسیار خوب، وقتی که از اون مرد پرسیدند چه کسی تو رو شفا داد، بار اول به فریسیان پاسخ داد آن شخص نامش عیسی بود. و بار دوم گفت او یک نبیه لطفا توضیح بدین درباره پیشرفت او در شناخت مسیح به نظر من پیشرفت یکی از ویژگی های کارهای خداست خدا برای انجام کاری دکمه ها رو فشار نمیده انسان به عنوان نوزاد به دنیا میاد و بعد رشد میکنه کسانی هم که ایمان میارن اول نوزادند و بعد رشد میکنن آیایی در هوشع فصل 6 هست که میگه پس باید بکوشیم تا خداوند را بشناسیم پس شناخت خداوند به طور تدریجی به دست میاد یعنی آهسته پیش میره اما پایداره میبینیم که این مرد در شناخت خداوند در حال رشد کردن بود این یک ویژگی خوبه که در تعامل مردم با خدا به وجود میاد راه مردم نیکوکار مانند سپید دم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر می شود تا روز برسد این مرد در ابتدا مسیح رو یک شخص خوند ولی پیش از پایان این فصل میدونست که مسیح پسر انسانه و اونو پرستش کرد و همونطور که شما گفتید میبینیم شناخت خداوند روندی تدریجی و نشون میده که خداوند در اون شخص کار میکنه در ادامه از 24 تا 34 اینطور میفرماید پس برای بار دوم آن مرد را که قبلا کور بود احضار کرده گفتند سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت ما میدانیم که این شخص گناهکار است آن مرد پاسخ داد اینکه او گناهکار است یا نه من نمیدانم فقط یک چیز میدانم که کور بودم و اکنون می بینم آنها پرسیدند با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند خودت شاگرد او هستی ما شاگرد موسا هستیم ما میدانیم که خدا با موسا سخن گفت ولی در مورد این شخص ما نمیدانیم که او از کجا آمده است آن مرد در جواب آنان گفت چیز عجیبی است که شما نمیدانید او از کجا آمده است در حالی که چشمان مرا باز کرده است همه ما میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنود ولی اگر کسی خداپرست باشد و اراده خدا را به جا آورد خدا دعاهای او را میشنود از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمیتوانست کاری بکند و در ادامه کلام خدا در آیه 34 این طور میفرماید به او گفتند تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم میدهی و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند برادر لطفا توضیحی بفرمایید درباره شهادت این مرد او یک شهادت کوتاه داد و گفت کور بودم و اکنون می‌بینم. خب این مرد با فریسیان بر سر مسائل دینی و فلسفی وارد بحث نشد فریسیان بهش گفتن ایسا گناهکاره تو خدا رو جلال بده و با اون به صورت ناخوشایندی رفتار کن نظر اونا این بود که ایسا گناهکاره در حالی که اون یعنی مسیده. بهش دیکته میکرده. بله درسته با اینکه خداوند عیسی مسیح در فصل قبلی که نزدیک به یک ساعت پیش از این داستان اتفاق افتاده بود پرسید کدام یکی از شماها میتونه گناهی به من نسبت بده ولی اونا تصمیمشون گرفته بودن این شخص گناهکار است خدا را جلال بده این مرد هم در پاسخ گفت نمیدونم گناهکاره یا نه چون درون قلبش رو نمیبینم ولی یک چیز رو به خوبی میدونم و اون اینه که کور مادرزاد بودم و حالا میتونم ببینم انگار که این مرد در درون خودش میگفته او گناهکار نیست چون خدا به دعای گناهکاران گوش نمیده اگه این کار از جانب خدا نبود عیسی نمیتونست انجامش بده بنابراین اون چرا که تجربه کرده بود باهاشون در میون گذاشت من بر سر مسائل مذهبی و فلسفی نمیتونم با شما بحث کنم ولی از شما بهتر میدونم که برام چه اتفاقی افتاده من کور به دنیا اومدم و الان قادرم که ببینم پس چطور میگین که این شخص گناهکاره اگه این معجزه از جانب خدا نمی بود این اتفاق نمیافتاد من واقعا از سخنان این مرد شگفت زده شدم او با کسانی مقابله می کرد که شریعت و کاملا حفظ بودند و از علما بودند بله و بر مبنای چیزی صحبت می کرد که اونا می شناختن. از پیدایش عالم شنیده نشده که کسی کور مادرزاد رو بله. و شفا بده از گذشته آگاه بود که مجریان شریعت رو نمی درسته. توضیح بدین درباره آگاهی که این مرد در نتیجه ملاقات با خداوند به دست آورد در واقع این شخص دو ویژگی متمایز داشت خداوند های اون و رو باز کرده بود و به طور معمول این کاریه که خداوند با هر شخصی میکنه او بینایی این مرد رو احیا کرد همه ی انسان ها از لحاظ جسمانی کور مادرزاد نیستن ولی همه از نظر روحانی نابینا هستند و خداوند به ما بصیرت میبخشه تا قادر به دیدن باشیم ما در این مرد رشد پیشرفت استدام و پایداری رو به طور واضح میبینیم و در واقع او به هیچ عنوان بحث نمی کرد و فریسیان در مقابلش به نوعی درمانده یا اینکه خل اصلاح بودن و مطمئنا وقتی کسی احساس شکست میکنه جر و بحث میکنه و این احساس رو در فریسیان هم میبینیم چون نمیدونستن در پاسخ به او چی بگن و وقتی شما از جواب دادن قاصرین یا دعوا میکنین یا به هر نحوی میخواین از شرش خلاص بشین و این چیزیه که اینجا رخ داد وقتی من نمیتونم منطقم رو با شما برابر کنم یا دشمنتون میشم یا به فکر تمام کردن زندگیتون میافتم و غالبا هم میبینیم که احتمال گزینه دوم بیشتره بله متاسفانه وقتی این مرد داشت تجربه شو در میون میذاش درباره اتفاقاتی میگفت که واقعا رخ دادن کور بودم و اکنون میبینم درسته این یک شهادت بسیار کوتاهه. بله گاهن میبینیم مردم تجربیاتشون رو در میون میذارن و بهش پر و بال میدن و این به نوعی یک تاثیر احساسی میذاره که در نهایت جلال خدا رو میدوزه و روی شخص متمرکز میشه بده. لطفا توضیحی بدین که چطور میتونیم در شهادت دادن و در میون گذاشتن تجربیاتمون خدا رو جلال بدیم من واقعا رفتار عالی این مرد رو تحسین می‌کنم. چون منو یاد یکی از نزدیکانم میندازه شخصی که من خیلی بهش نزدیکم و میدونم که در نقاطی از زندگیش خیلی از خدا دور شده بود بعد از مدتی من احساس کردم در زندگیش تغییری واقعی اتفاق افتاده. یه روز وقتی باهاش تنها بودم ازش خواستم تجربهشو با هم در میون بذاره و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. وقتی گفت بذار داستانم و برات تعریف کنم من کور بودم و بینا شدم. بهش گفتم خوش به حالت این به این معنیه که این مرد نمیخواست مرکز توجه باشه و خودشو جلال بده. بلکه برعکس تنها یک حقیقت ساده رو بیان کرد و کاملا جلال به خدایی داد که صاحب اونه یعنی کسی که بینایی این مرد رو احیا کرد و من از صمیم قلب آرزو می کنم که تمام بینندگان مثل مردی که راجع بهش گفتیم ساده دل و صادق و همینطور دلیر و شجاع و پایدار باشن و خودشون یک قهرمان ندونن چون ما بینوا هستیم و اگر به خاطر فیض خدا نبود در گناه به دنیا می اومدیم و در گناه هم می مردیم. و نهایتا به جهنم می رفتیم ممنونم استراحتی می کنیم و با پرسش و حضار برمی گردیم همراهان عزیز و گرامی به زودی برمی گردیم با ما همراه باشین همچنین از طریق شماره تماس هایی که همکنون بر روی تصویر پخش میشه میتونین سوالات و نظراتتون رو با ما در میون بذارین به بخش آخر برنامه خوش اومدیم بریم و پرسش و حضار رو بشنویم درود بر شما عزیزان چه کسی سوال داره؟ بله بفرمایید خوندیم که رهبران دینی به کور یافته ناسزا می گفتن بنابراین چرا مردم از این افراد شریر پیروی می اصلا آیا پیروی می به نظر من بیشتر تظاهر به پیرویه چرا با وجود رفتار ناشایست رهبران دینی مردم باز هم ازشون پیروی میکردن؟ اونها قتلم میکردن بله همینطوره دقیقا بزرگترین رهبر دینی در زمان عیسی مسیح یعنی قیافا به دنبال شاهدین دروغین بود صلیب مسیح و اومدن مسیح به این جهان کمکمون میکنه تا طبیعت حقیقی بشر رو بشناسیم اونها با برگهای درخت انجیر پوشیده بودند و درونشون پر از پلیدی و شرارت بود اجازه بدید از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 11 آیاتی رو با هم بررسی کنیم این آیات درباره رفتار انسانهایی صحبت میکنه که مسیح رو خدمت میکنند یا از خدمت سرباز میزنند. در آیه 19 از این فصل این طور میفرماید شما باید چقدر روشن فکر باشید که می توانید این طور با افراد احمق مدارا کنید البته اگر کسی ما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و یا به صورتتان سیلی زند حتما تحمل خواهید کرد این یعنی مردمی هستند که دوست دارند دیگران به نوعی اسیر و برده اونها باشند و در دین به اهدافشون برسن و همینطور افرادی وجود دارند که دوست دارند برده دیگران باشند و همونطور که پولس در دوم قرنتیان 11 میگه به صورتشون سیلی بزنن اونا تحمل میکردن بله تحمل میکردن اونا از اینکه افراد فاسد به چشم حقارت بهشون نگاه کنن خوششون میومد و لذت میبردن و در حقیقت هیچ یک از این دو خوب نیست و هر دوشون شریرانه و فاسدن و روزی فرا میرسه که در مقابل داور عادل خواهند ایستاد و رازشون فاش خواهد شد برای همین بهتره که ما مثل این مرد رفتار کنیم کسی که خداوند عیسی مسیح ملاقاتش کرد و با فیض تغییرش داد و او با شجاعت و دلیری تمام جلال رو به عیسی مسیح داد از ابتدا تا به انتها در حالی که رهبران دینی شروع به ناسزاگویی کردند زمانی که به فصل 26 برسیم میتونیم ببینیم که اونها به دنبال شاهد دروغین بودند تا یگان شخص بیگناه رو بکشن کسی که از بیگناهیش مطمئن بودند اونا شریر بودن، دین قلبها و درون اونها را عوض نکرد و فقط ظاهرشون رو تغییر داد و هیچ کس فریب اونها رو نمیخوره مگر اینکه ساده لح باشه بسیار خوب، نکته جالب دیگه پاسخ والدین این مرد شفا یافته است که انگار ازش قطع امید کرده بودن به اونها گفتن از خودش بپرسین چون میترسیدن و این آیه‌ای رو به یادم میاره که خداوند میگه ایمان به او مثل شمشیر عمل میکنه و جدایی میاره درسته ایمانی که خانواده ها رو از هم جدا میکنه و واضحه که این مرد هم از طرف والدین و هم از طرف قوم ترد شده بود بله برادر لطفا درباره آینده افرادی برامون بگین که از شخص مسیح پیروی میکنن و جانب اونو می گیرن. چه چیزی در انتظارشونه این شخص با دو موضوع متضاد روبرو میشه ترد شدن از مردم و پذیرفته شدن در آسمان این مرد رو از کنیسه بیرون انداختن و برای هر یهودی خداشناسی این اتفاق بسیار بدیه چون بعد از اینکه قومش رو از دست بده دیگه چیزی براش باقی نمیمونه آیا او در تاریکی بتپرستی رها شده بود آیا باید وارد بتپرستی و تاریکی اون میشد نه پس باید کجا میرفت عیسی او رو پیدا کرد ما در پایان این فصل میبینیم که عیسی اونو پیدا کرد عیسی کیه کسیه که کمی پیش از اون از کنیسه بیرون انداخته شده بود ایسا رو هم از کنیسه ترد کردن بیرونش کردن و حتی میخواستن در کنیسه سنگسارش کنن ایسای مسیح بیرون از کنیسه اون رو پیدا کرد و او هم در بیرون ایسا رو پرستش کرد این یعنی که او توسط کنیسه ترد شده بود ولی توسط خداوند ایسای مسیح پذیرفته شد همونطور که در ابرانیان میخونیم او خارج از اردوگاه بود ولی در این حال در قدس بود چون مسیح پسر انسان رو پرستش کرد آیا چیزی بهتر از این میشد و آیا چیزی بهتر از این وجود داره چه امتیازی بالاتر از اینه او به لحاظ نمادین و استعاری به قدس داخل شده بود و مطابق با رساله ابرانیان به خارج از اردوگاه رفت و آر ایسای مسیح را بر خود گرفت به این خاطر که توسط رهبران بیرون انداخته شده بود برادر ما همواره از انجیل یوحنا و همچنین معجزاتی که در اون ثبت شده متوجه میشیم که مسیح خدای آشکار شده در جسمه و ماشیه موعود یهودیان برادر کارهای ماشیه در کجای این معجزه نمایان میشه اگه به کتاب اشعیا فصل 35 برگردیم در آیه 5 میفرماید آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران مفتوح خواهد گردید این به این معنیه که زمانی که ماشیه موعود میاد چشمان کورها باز میشه و اونها قادر به دیدن خواهند بود و آیه ای که الان از اشعیا خوندیم رو یهودیان قبول دارن اونها این نشانه ها رو خونده بودن و یاد گرفته بودن و میدونستان تا زمانی که ماشیه موعود نیاد کسی نمیتونه کورها رو بینا کنه بنابراین با هم قرار گذاشته بودن که اگر کسی بگه عیسی ماشیه اونو از کنیسه بیرون کنن برای همین پدر و مادره، این شخصی که قبلا کور بود ترس داشتن بگن مسیح چشمای پسرشونو باز کرده چون در این صورت اعتراف کرده بودند که عیسی ماشیه و از کنیسه اخراج می شدن. همچنین اگر به یاد داشته باشیم وقتی که یحیای تعمید دهنده دو نفر از شاگردان خودش رو فرستاد تا از عیسی بپرسن آیا تو همانی که میبایست بیاید یا منتظر دیگری باشیم عیسی گفت چیزهایی رو که دیدین و برای یحیی تعریف کنین و اولین نکته ای که بهش اشاره میکنن اینه که کوران بینا میشن من ماشیه هست. بله درسته در نتیجه این یک نشانه واضحه که این شخص ماشیه موعوده ممنونم برادر اجازه بدیم بریم و همراه مهمانان مطالعه این قسمت رو مرور کنیم با توجه به مواردی که در این قسمت یاد گرفتیم لطفا بفرمایید که چه شباهت هایی وجود داره بین کور مادرزاد و انسان ها میدونیم مشکل این مرد نابیناییش بود و کلام خدا هم انسانها رو از نظر روحانی نابینا میدونه میفرماید خدای این جهان افکار آنها را کور کرد یعنی افکار بی ایمانان رو بله افکار بی ایمانان رو شباهت دوم این که اون مرد نابینا به دنیا اومده بود و در ارتباط با ما هم این نابینایی روحانی به طور ناگهانی به وجود نیومده و بشر از لحاظ روحانی و اخلاقی نابیناست. این مرد علاوه بر اینکه نابینا بود، همچنین گدایی هم میکرد. و این هم شباهت سومه. ما در این دنیا و در جامعه میتونیم افراد بسیار زیادی رو ببینیم که ثروتمند هستند. اونا از نظر ما دولتمندند ولی از نظر روحانی و اخلاقی نابینا هستند. همچنین اینکه در شفای این مرد خداوند عیسی مسیح قدم اول برداشت و برای نجات ما از نابینایی روحانی هم قدم اول برداشته برداشت و به این دنیا اومد فقط کافیه که ما دعوت اونو رو قلبا بپذیریم ممنون از همگی شما عزیزان برکت خدا با شما برادر همچنین حقیقتا برادر. از تعالیم شما بسیار برکت, برکت ممنونم و اما پرسش این قسمت لطفا یکی از آیات عهد عتیق رو نام ببرین که ثابت میکنه معجزه باز کردن چشم نابینایان کار ماشیه موعوده یکی از آیات عهد عتیق و نام ببرین که ثابت میکنه معجزه باز کردن چشم نابینایان کار ماشیه موعوده ممنونیم از همراهیتون تا دیداری دوباره خدا با شما میگه خداوند و من نابینا و خواهش میکنم منو بینا کن و میگه من گناهکارم و برده و خواهش میکنم منو نجات بده و آزادم کن این مرد خونه و خانوادهش را از دست داد و همچنین موقعیت مذهبی که داشت چون خوندیم اونا این شخص رو از کنیسه بیرون انداختن بنابراین قوم خدا اونو ترک کردند ولی عیسی پیداش کرد چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت شفا بخشد درد و رنج و زخم من نفریه این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت خدا رد عبدی و جاودان است تمامی کلامت